دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری ام ام ای، درود بر شما. از بلگراد سربستان در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان 2023 امیر محمد یزدانی در برابر کشورمون در وزن 70 کیلوگرم خودش رو به فینال رسوند در مقابل کوچیک از امریکا زین رترفورد، نایب قهرمان جهان. دو نایب قهرمان جهان در مقابل هم قرار گرفتن. تنوردن رترفورد عضلانی‌تر، درست‌تر و بلدورتر نشون میده نسبت به کشتیگیر ما. اگر عجله نکنه، اشتباه نکنه، مطمئناً بنده دیدار خواهد شد. امیدوارم که طلای جهان رو به ارمغان بیاره و ما رو یه 5 امتیاز از کشتیگیر امریکا و تیم امریکا جلو بندازه. ما نیاز داریم به امتیاز دادن، مجموع امتیاز ها رقابت اصلی ما کشتیگیرهای امریکایی هستش. ببینید چه کنه در بدم امریکا یه زیر نشون داد رترفورد، ولی به پای امیر نرسید. درخواستی کمکاری میشه بلا فاصله برای کشتیگیر ما. اول کشتیگیر نگه هم داره و تذکر رسمی رو میده به کشتیگیر ما. اگه همینطور ادامه بده رترفورد، ساکره روی امیر یزدانی فعال خواهد شد. یک بار دیگه لحظه زیر خم، این بار به پا میرسه، یه زیر خم از آن خود کرده. بهتره بری بیرون، یک امتیاز بهتره. بله، میشه خارج میشه، یک امتیاز میگیره رترفورد در ابتدای کار. بریم نگاهی به مربیش میندازه امیر محمد یزدانی، باید گاردو کاملا پایین بیاره. درسته پاهای آماده ای داره، ولی خب رترفورد هم زیرگیر قهاریه، باید منتظر اشتباهات حریف باشه. اجازه بده اون بیاد تا تو برگشتا بتونه از اشتباه حریف استفاده کنه. یزدانی هم سبک امریکایی رو داره پشتی میگیره، سعی میکنه جدا بشه و زیرهای برانسوی خودش رو به اجرا بذاره. ببینید چه میکنه در ادامه کار. دو نایب قهرمان جهان در مقابل هم دیگه قرار گرفتن. او ایتوان که دلاوری کشورمون این بار مدال نقره قهرمانی جهانش رو به طلا تبدیل کنه. سرشاق یه لحظه میشیم از زیرگیری، زیر خم خاک نشده، اینجا خاکش میکنه. ببینیم میره برای با اندازه، نه دست پای کشیده ای داره، اونطور فشار زیادی داره میاره، هنوز نتونسته پا رو هنوز مسلط نکرده. یه لحظه نیمتیر کرد ولی نکامه، نتونست بکنه. تنبادن درشتری داره رترفورد نسبت به کشتگیر ما. باید بلندشه، نشون نده که خسته است. موشیه امریکایی قبراق و سرحال سریع اومد وسط تشک تا نشون بده که سرحاله. یه لحظه زیره خم نتونست بگیر، یه لحظه رو قفلت که خوشیه ما رو پل گیر میکنه. یه دوتایی از دست میده. حالا سرعت رترفورد بسیار زیاده، به پا نرسید، ولی خب یه لحظه تعادل خوشیه ما به هم خورد و پاک شد. نتیجه خوشیه ها 3-2. سعی میکنه پارو دست سگر کنه خوشیه امریکایی، میتونه سرپا بده داور. زمان کافی رو داد به رترفورد، حالا به دلیل مکس بیش از حد سر پا میده. ایپرلی تو سرشا آفتوپسی باید به کار ادامه میدن. 20 ثانیه تا پایین سه دقیقه اول کشتی زمان داریم. سالا یک پارچه تشویق به همچه چوی عزیز کشورمون از سراسر اروپا خوشون رو به بلگراد رسوندن. کشتی امریکایی تا ثانیه پایینی نمیخواد رها کنه. امیر ترجیح میده تا سه دقیقه تمام بشه نزد مربی خوش بده، ولی کاردش رو پایین بیاره. امیدواریم سه دقیقه دوم کاردش رو کاملا پایین بیاره. ببینیم پژمان درستکار چه تاکتیکی در نظر میگیره در مقابل کشتی امریکایی که از کردن مایه قهرمان آمریکاست. کشتی دست پا بسته امروز کشتی های خوبی گرفت و خوش رو حالت دیروز خوش رو به فینال رسوند. علی محمد یزدانی این سمت هم سین رترفورد رو آماده میکنم. کشتی امریکایی قبراق و سهرات سریع به روی تشک برمیگرد. امیدوارم که از نظر نفس هم کم نیاره. کشتی امریکایی معمولا خوش نفس هم و تا ثانیه آخر میجنگه. امریکایی های آزاد از سالان هم یک پارچه تشویق میکنن. ببین حالا صدای بچه های ما غالب میشه به امریکا. خب سه دقیقه دوم آغاز میشه. بلگراد سربستان قهرمانی جهان 2023 فینال وزن 70 کیلوگرم علی محمد یزدانی در مقابل زین رترفورد از امریکا. یک پرگی زیر خم به پاها نرسید، در دستای رترفورد نمیتونه عبور کنه. دستای قوی داره رترفورد کشتی امریکایی، ولی کشتی ما چالاک و زهار، نباید کشتی رو خسته کنه. امیدواریم که یه برخوردی پیش میاد، داور کشتی رو نگه میداره و به هر دو کشتیگیر تذکر میده که ضربه نزنن هنگام اجرای فنون. بریم ادامه کشتی. چه کشتی 3-2 به سود کشتیگیر امریکا. نه
هوای پاریس رو بالا بیاره. موسیقی امریکایی شهره رو بد بدن راحت به پای کشتیگیر ما میرسه. حالا یک کشتیگیر ما میتابونه یه از خوش هم رو پول گیر کرد. ببینیم دوتایی میتونم بدن، یه دوتایی دادم به کشتیگیر امریکا. نباید عجله کنه، نباید زیاد قاطی کنه با یک کشتیگیر. خسته نشون میده امیر محمد، نباید کاردش رو بالا بیاره. دو بار زیرگیری کرد و هر دو بار به پا رسید. دو دقیقه و 13 ثانیه زمان کافی داره، ولی کشتیگیر امریکایی سرحال‌تر نشون میده. یک بار زیر از آزادی چشم بسته تو برگشت کشتیگیر امریکایی، کشتیگیر ما رو از تشک خارج میکنه. نباید چشم بسته و احساسی عمل کنه، آروم منطقه این کشتیهای دیروز خودش رو میجا بذاره. حتی تو این دو دقیقه میتونه جبران کنه این امتیازهای عقب افتاده رو. کشتیگیر امریکایی خوشنفس و قمراق و سرحال نشون میده. یک بار دیگه پا میرسه، نمیدونم چرا اینقدر راحت زیر میده امیر محمد امروز. حالا سعی میکنه بره برای بارانداز، یک بار پای دست اگر میکنه بسید هم تشک خارج میشن. تشک کشتی 8-2 میشه، خیلی راحت زیر میده. نباید کاردشو به این راحتی بالا بیاین، کاملا خسته نشونه. نمیدونم امروز چه اتفاقی افتاد برای بچه ها، نمیدونم چه اتفاقی افتاد برای بچه ها که واقعا چهارمزه دوم حال و روز خوشی داشتیم و این هم از اولین فینالیست ما. اصلا کشتی های دیروز خوشش رو نگرفت امیر محمد. ببین بدون انگیزه داره کشتی میگیره. چه کشتی 8-2 و کارش سخت شده. یه زیر چشم بسته دیگه تو برگشت باز هم پارو گرام میده به رترفورد امریکایی. حالا سعی میکنه کنده کشی کنه. تن و بدن عضلانی و قدرتمندی داره رترفورد، سخت کنده کشی کردن ازش. امیر محمد خسته، من بعید میدونم بتونه کنده کشی کنه. یک دقیقه تا پایان کشتی زمان داریم. امریکایی یه طلا گرفتن تو 57 گیریگن، اگر اینو بگن دوم طلاشون میشه و کار ما سخت میشه. چهار وز دوم ما هم که خراب کردن متاسفانه. میشه گفت که یواش یواش امریکا رو باید قهرمان اعلام کنه از این الان. یک بار زیر دو خم زاهدی بود به پا رسید، این بار نتونست ولی از دست پرقدرت رترفورد عبور کنه. محمد خسته نشون میده دیگه. یک بار دیگه یه زیر چشم بسته دیگه ولی کاملا خسته کرد علی محمد رو، ولی خودش قبراق و سرحال. کشتیگیر امریکایی خوش نفس هم واقعا نفس کم نمیارن، باید تاکتیکی تکنیکی اون رو شکست دارن. بعضی 20 ثانیه رسیدیم و یواش یواش دیگه علی محمد کاملا بریده. یک بار دیگه زیر خم به دو خم تبدیل میکنه، بیرون تشک خواهید میکنه. کاش سریع شروع میکرد، فقط 10 ثانیه داریم. 8-4 یه چهارتایی میکنه، اگر غیرت کنه وردنگی کنه که این 10 ثانیه یه چهارتایی بزنه میتونی کشتیگیر رو شکست کنه. نه که باید به مدال نقره جهان بسنده کنه امیر محمد یزدانی در جویباری ما. باید بره برای فنون بالا، زمانی نداره. 8-7-6 و حالا فرار میکنه کشتیگیر امریکایی و یک امتیاز میدم ولی به کار ما نمیاد، به کار ما نمیاد. متاسفانه 8-5 کشتی رو واگذار میکنه دلاور کشورمون. تبریک میگیم بهش، مدال نقره قهرمانی جهان بلگراد 2023 رو به یزدانی و خانواده محترمش. همه شما کشتی دوستان دوستاشیم این رنگ مدال به طلا تبدیل میشه، ولی خب متاسفانه نشد که بشه. زحمت خودش رو کشید امیر محمد یزدانی. تبریک میگیم بهش و امیدوارم که دیدن این کشتی زیبا لذت برده باشید. تا دور دیگر بدرود دوستان.